شهریار شفیق فرمانده برجسته نیروی دریایی و از خاندان پهلوی در اوج آشفتگی و انقلاب به شکلی مرموز در پاریس ترور شد. داستانی پر از دسیسه، قدرت طلبی و نقش‌های پشت پرده که تاریخ را به لرزه درآورد. رازهایی که کمتر کسی از آنها خبر دارد و می‌تواند دیدگاه شما را نسبت به انقلاب 1357 تغییر دهد. با ما همراه باشید تا پرده از این معمای هیجان انگیز برداریم و زوایای تاریک این ترور جنجالی را آشکار کنیم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه ما باشید و این داستان را از دست ندهید. به سایه تاریخ خوش اومدید. اگه به ویدیوهای این کانال علاقه‌مند هستید و هنوز ما را سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین صفحه ما را سابسکرایب کنید و اگر می‌خواید قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید، زنگوله را فعال کنید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ممنون میشم نظراتتون رو برای ما ارسال و تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کنید. شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی و احمد شفیق بود. اشرف پهلوی ابتدا به اصرار پدرش با علی قوام ازدواج کرد، اما علاقه به او نداشت و با احمد شفیق که خلبان مصری و خلبان اختصاصی فوزیه بود رابطه عاطفی برقرار کرد. احمد شفیق که به دلیل پروازهایش از قاهره به تهران با اشرف آشنا شده بود، بعد از جدایی اشرف از علی قوام با او ازدواج کرد. شهریار شفیق در سال 1323 در قاهره متولد شد و تحصیلات ابتداییش را در مدرسه رازی تهران به پایان رساند. سپس به آمریکا رفت و در دانشکده نیروی دریایی تحصیل کرد. بعد از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و به عنوان افسر مخابرات در نیروی دریایی ایران خدمت کرد. در سال 1354 شهریار فرماندهی ناوشکن‌های نیروی دریایی شاهنشاهی ایران را بر عهده گرفت و در سال 1357 رئیس فدراسیون جودو و کاراته شد. او با مریم اقبال، دختر منوچهر اقبال، نخست وزیر سابق ایران ازدواج کرد. شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی و خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در 16 آذر 1358 در 35 سالگی در پاریس ترور شد. او هنگام خروج از خانه مادرش هدف حمله قرار گرفت و صادق خلخالی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مسئولیت این ترور را پذیرفت. شهریار به عنوان افسر باسواد و وطن پرست در نیروی دریایی شناخته می شد و تا 30 بهمن 1357 در ایران بود. او به دنبال سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بود و محبوبیتش بین افسران نیروی دریایی می توانست به اتحاد آنها علیه حکومت جدید کمک کند. این ترور اولین اقدام رسمی حکومت ایران برای کشتن مخالفانش در خارج از کشور بود و آغازگر موج ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران محسوب می شد. ناخدا یکم شهریار شفیق به خاطر سرعت، چابکی و مهارت در عملیات‌های پیچیده نظامی شهرت داشت و می توانست در شرایط سخت و به تنهایی حملات موفقی انجام دهد. او کارش را به عنوان افسر مخابرات در ناو خرمشهر شروع کرد. در سال 1347 در انگلستان خلبانی هاورکرافت را یاد گرفت و در سال 1348 فرمانده اولین اسکادران هاورکرافت شد. در آن زمان درجه ناو سروانی داشت. در سال 1350 با دریافت 2 هاورکرافت جدید فرمانده گردان هاورکرافت شد و خلبانی آنها را نیز یاد گرفت. در 9 آذر 1350 نیروی دریایی ایران عملیاتی برای پس گرفتن جزایر ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ در تنگه هرمز انجام داد. شهریار شفیق خلبان هاورکرافت مسئولیت داشت سربازان ایرانی را به جزایر ابو موسا ببرد که این جزیره بدون درگیری و با توافق شیخ نشین شارجه به ایران بپیوندد. در جزیره تنب بزرگ به دلیل مقاومت پلیس هندی تعدادی از سربازان ایرانی کشته شدند. شهریار شفیق و ناخدا خزعل با هلیکوپتر به تنب بزرگ رفتند
و با عبور از دیوار پاسگاه نیروهای پلیس را وادار به تسلیم کردند. شهریار شفیق به خاطر رفتار دوستانه شناخته می شد. بعد از تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر ابو موسی و تنب بزرگ، او به دیدار مردم جزایر رفت، برایشان سخنرانی کرد، هدایایی داد و دستور ساخت مدارس جدید در ابو موسی را صادر کرد. سرهنگ بهزاد معزی در خاطراتش از او یاد می کند که در زمان سیل اهواز در سال 1347 برای کمک به مردم حضور داشت. او به عنوان فرمانده هاورکرافت ها بدون تکبر و با صمیمیت با مردم و همکارانش رفتار می کرد و به طور فعال به کمک سیل زدگان می پرداخت. تا جایی که مردم متوجه نمی شدند او از خاندان سلطنتی است. ممنون میشم قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید از پایین همین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های خودتون و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو با دوستانتون از ما و کانال خودتون حمایت کنید. در جریان توزیع کمک ها برای سیلزده های اهواز، شهریار شفیق متوجه شد که تعداد کامیون های کمک که برمیگردند کمتر از تعداد اولی است. او جلسه برگزار کرد و وقتی فرمانده لشکر شروع به تعریف و تمجید از شاه کرد، حرفش را قطع کرد و از او خواست مستقیم به موضوع بپردازد. شهریار از فرمانده پرسید وقتی 5 کامیون کمک از تهران میرسد، بار آنها کجا تخلیه میشود؟ فرمانده پاسخ داد که تحت نظارت او به بسته های کوچکتر تقسیم میشوند و به مردم میرسند. شهریار پرسید چرا تعداد کامیون ها کمتر می شود و چرا جلوی مغازه ها اجناس صلیب سرخ فروخته می شود؟ فرمانده گفت که این موضوع را بررسی می کند. اما شهریار تاکید کرد که اگر 5 کامیون نیاید، فرمانده درجه هایش را از دست می دهد. بعد از این جلسه، کمک ها به طور منظم و حتی بیشتر از 5 کامیون می رسید. اما فرمانده لشکر از شهریار ناراحت شد. دریا سالار کمال حبیب اللهی آخرین فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی گفت که شهریار شفیق یکی از بهترین افسران نیروی دریایی بود. او از شاه درخواست ترفیع شفیق به درجه ناخدا یکم را کرد. اما شاه به دلیل شکهایی که درباره وفاداری شفیق داشت ابتدا تمایلی نداشت و حتی فکر میکرد ممکن است شفیق به عراق فرار کند. حبیب اللهی توضیح داد که ترفیع شفیق به خاطر شایستگی اوست، نه به دلیل تعلق او به خانواده سلطنتی. در نهایت شاه با ترفیع موافقت کرد اما راضی نبود. حبیب اللهی همچنین گفت که شفیق ثروتمند بود و از پدرش 10 میلیون دلار به ارث برده بود. با وجود این او را فردی پاک و فعال در امور ضد انقلاب میدانست، اگرچه گاهی بی احتیاط هایی داشت. دو گلوله‌ای که از اسلحه کمری عبدالله برقی، یک اسلامگرای افراطی، به سر و گردن شهریار شفیق شلیک شد، باعث مرگ او گردید. حکومت جمهوری اسلامی برقی را برای این ترور به فرانسه فرستاده بود. قبل از او، غلام حسین مستقیمی تهرانی اطلاعات لازم را برای این عملیات جمع‌آوری کرده بود. ایرج مصداقی نویسنده و روزنامه‌نگار بیان می‌کند که مستقیمی تهرانی نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای ترور داشت. او اطلاعات مربوط به رفت و آمد شهریار شفیق در پاریس را با کمک اعضای انجمن اسلامی که بعد از انقلاب به رژیم پیوسته بودند جمع‌آوری کرد و امور مالی و ارتباطی بین ایران و خارج از کشور را برای این عملیات هماهنگ کرد. عبدالله برقی که شهریار شفیق را در پاریس ترور کرده بود، بعد از شروع جنگ به عنوان نیروی بسیج مردمی به جبهه رفت و در 2 فروردین 1361 در عملیات فتح المبین در نزدیکی دزفول کشته شد. روزنامه اطلاعات در 9 فروردین 1361 نوشت که برقی از جوانان حزب الله قم بود و به طور خستگی ناپذیر با گروه‌های ضد انقلاب مبارزه می‌کرد. او بعد از انقلاب اسلامی شهریار شفیق را در پاریس ترور کرد و بدون اینکه ردی به جا بگذارد از پاریس خارج شد. ایرج مصداقی درباره فعالیت‌های تروریستی غلام حسین مستقیمی تهرانی می‌گوید بعد از بازگشت از عملیات ترور در پاریس، مستقیمی تهرانی با پاسپورت جعلی و به عنوان یک بازرگان به لندن رفت تا عملیات تروریستی دیگری انجام دهد.
گفته می شود که او قصد داشت شاپور بختیار را در پاریس ترور کند، اما این کار عملی نشد. دو ماه بعد انیس نقاش در تلاشی برای ترور بختیار وارد آپارتمان او شد و در این حادثه یک پلیس و یک عابر پیاده کشته شدند. دولت فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی به ترور شهریار شفیق واکنشی نشان ندادند. این بی‌توجهی باعث شد که حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اول خود به ترور ده‌ها مخالف بپردازد. با تأسیس وزارت اطلاعات و رهبری علی خامنه‌ای ترورهای برون‌مرزی بیشتر شد. این ترورها با نظارت مستقیم علی خامنه‌ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شد و قربانیانی مانند فریدون فرخزاد و شاپور بختیار را به دنبال داشت. در سالهای اخیر به دلیل تلاش سازمانهای امنیتی اروپایی این ترورها کاهش یافتند، اما به نظر نمی رسید که به زودی متوقف شوند. داستان هیجان انگیز شهریار شفیق و رازهای پیرامون ترور او به پایان رسید، اما هنوز معماهایی باقی مانده که تنها با کمک شما می توانیم به پاسخ آنها برسیم. به نظر شما آیا شهریار شفیق، این فرمانده برجسته نیروی دریایی شاهنشاهی و فرزند اشرف پهلوی، می توانست در تاریخ ایران نقشی متفاوت ایفا کند؟ فکر می کنید اگر این ترور مرموز در پاریس رخ نمی داد چه تأثیری بر انقلاب اسلامی و دوران بعد از آن می گذاشت؟ آیا نقش خمینی و خلخالی در این داستان پیچیده پررنگ‌تر از آن چیزی بود که فکر می کنیم؟ نظرات و دیدگاه های شما برای ما بسیار ارزشمند است و به درک بهتر این مقاطع تاریخی کمک می کند. پس حتما نظراتتان را در بخش کامنت ها بنویسید و سوالات چالش برانگیز خودتان را مطرح کنید. اگر به تاریخ، داستان‌های ناشناخته خاندان پهلوی و وقایع بعد از انقلاب 1357 علاقه دارید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا هر هفته 3 ویدیو جدید و جذاب در مورد این موضوعات را از دست ندهید. با هم به کشف رازهای تاریخی و تحلیل وقایع نظامی و سیاسی ایران خواهیم پرداخت. منتظر نظرات شما هستیم و تا ویدیو بعدی همراه ما باشید.